دولت بلژیک بهار امسال و در جریان مذاکره برای آزادی یک شهروند بلژیکی زندانی در ایران، تحقیقات مربوط به پرونده فساد یک مقام قطری رو متوقف کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه انجام این رو تایید کرده و نوشته دلیل چشم‌پوشی از پرونده فساد وزیر کار قطر این بوده که گفتگوها برای آزادی اولیویه وندرکاسل، امدادگر بلژیکی که در ایران زندانی بود، دچار مشکل نشد. وندرکاسل زندانی که در ایران برای ماها حضور داشت همراه دو شهروند اروپایی دیگه در نهایت با اسدالله اسدی، دیپلمات متهم به دست داشتن در عملیات تروریستی در اروپا مبادله شد که جنجال زیادی هم به دنبال داشت و واکنش برانگیز شد. حالا تحقیقات درباره وزیر قطری که مربوط به یک پرونده فساد بوده به نوعی متوقف شده و در اون چند نماینده پارلمان اروپا هم بازداشت شده بودن. این برای اولین باره که از نقش قطر در این مبادله صحبت میشه. کامبیز غفوری روزنامه نگار از فنلاند با ما همراه میشه تا بیشتر در این رابطه گفتگو کنیم. آقای غفوری، هرچه بیشتر میگذره ابعاد این ماجرا هم بیشتر مشخص میشه که چطور این مذاکرات انجام شده و همچنین از نقش قطر هم که برای اولین بار صحبت میشه. البته من فکر میکنم که آقای غفوری رو الان داریم. آقای غفوری، سوال من امیدوارم شنیده باشه. بله، سوالتون شنیدم. خیلی مسئله جالبی است به خاطر اینکه ابعاد این مبادله جنجالی بسیار گسترده تر از اون چیزی است که پیشتر گمان میشد. الان دیگه پای قطری ها هم وسط. ما میدونیم که قطری ها یک رسوایی تمام عیار برای پارلمان اروپا درست کردن. خانم اوا کایلی که معاون پارلمان اروپا بود با اتهام بسیار بزرگی مبنی بر دریافت رشوه روبروست. افراد دیگری از پارلمانترها بودن، آنتونیو پانزری بود، او هم به همین صورت. صحبت یک مبلغ بسیار نجومی اینجا وسطه. این رشوه ها داده میشد به مقام های اتحادیه اروپا که چشمشون رو بر نقض حقوق بشر در قطر ببندن. بخشش برمیگشت به قضیه جام جهانی، بخش دیگریش برمیگشت به اینکه ویزا رو برای مقام‌های قطری، اصلا شهروندان قطر به داخل حوزه شنگن بردارند، چون این کارهایی رو با نفوذ غیر قانونی قطری‌ها انجام میدادن. اما ربطش به جمهوری اسلامی چیست؟ جمهوری اسلامی هم سابقه طولانی داره در لابیگری غیر قانونی، اما رسواتر از این حرف‌ها بود در اتحادیه اروپا که پارلمانترها بخوان به مقام‌های جمهوری اسلامی نزدیک بشن. البته پارلمانترهای رسوایی داشتن، الدار محمدوف بود که اصلا معروف بود به سخنگوی جمهوری اسلامی، میرفت حتی نشست پارلمانی دیگر رو که مخالفین جمهوری اسلامی برگزار می‌کردن یا حتی نمایندگان مثلا دوستان ایران آزاد برگزار می‌کردن، اونجا میرفت این نشست‌ها رو به هم می‌زد. چند بار حراست پارلمان اومده بود، دخالت کرده بود. از او که بگذریم، بقیه پارلمانترها به جمهوری اسلامی چندان نزدیک نمی شدن. الان ما میدونیم که قطر و جمهوری اسلامی ارتباط تنگاتنگی داشتن در لابیگری فاسد و برای همین هم بود که جمهوری اسلامی وارد شد، برای اینکه وزیر قطری رو به نوعی رفع اتهام بکنن در اتحادیه اروپا از مسئله تبادل زندانی در چارچوب تحویل گرفتن اسدالله اسدی و تحویل دادن چند زندانی اروپایی استفاده کرد. من فکر میکنم که در روزهای آینده حتی بیشتر از این رسوایی و دخالت جمهوری اسلامی و قطر و همکاریشون در کارهای غیرقانونی در اروپا بشنویم. و نفعی که قطر برده در حقیقت در تسهیل این مذاکرات. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند، سپاسگزارم از شما.